بسم الله الرحمن الرحیم مخاطب پیام ما رهبران و نخبگان محترم سیاسی کشور هست خصوص کسانی که تازه مسئله تشکیلی یک دولتی در تبعید یا مازیر مطرح کردند از جمله جناب احمد مسعود رهبری محترم جبهه مقاومت ملی و جناب مارشال سیب دوستم از اعضای شورای مقاومت ملی به نظرم می یکی از بیترین طرح است که تا هنوز مطرح شده چیزی که قطعا ما را میتونه همه گروه ها را میتونه متحد کنه تشکیل و به نمایش یک الگوی عملی، یک الاترنتیف عملی بدل طالب ها در صحنه عمل است. یک دولت متشکل از جنبش های زنان، جامعه مدنی، نسل جوان متخصص و رهبران سیاسی که به عنوان بزرگان ریش به عنوان یک شورا در رأس دولت باشند اما رئیس جمهور و نخست وزیر باید از میان زنان جنبش های زنان از میان زنان یک کس انتخاب شود یکی از نخبگان و متخصصان زن انتخاب شود یا یکی از اعضای اقلیت های قومی میتونه در رأس ای دولت قرار بگیره وقتی اقلیت های قومی میگم مزورم اقوام بزرگتر افغانستان مانند تاجیک ها و پشتون ها و هزار ها و ازبیک نیست به این معنی که اینا در قضیه افغانستان متاسفانه طرف منازعه افغانستان هستند و در مسائل بی طرف نیستن ما اقوام خورتری پشهی ها، ایماق ها، بیات ها،, گجور ها. عربها، ها سادات شخصیت های مختلفی در جامعه افغانستان داریم که حبیت های متفاوت قومی دارن در قضای افغانستان و در مسایل نزای قومی بیترف هستن ما میتونیم یک شخصیت متخصیصی بیترف از این اقوام از اقوام اقلیت که تعدادش بسیار زیاد است یکی از این اقوام افراد متخصیص و شخصیت های متعلق به این اقوام در رأس حکومت موقت یا حکومت گذار یا همون دولت فراگیر در نظر بگیریم برای یک مرحله گزار که برای یک مرحله اعتماد یک شخصیتی در رأس قرار بگیره و کابینه هم افراد متخصص تشکیل شود که این کابینه و این افراد مورد اعتماد ملت افغانستان و مورد اعتماد منطقه و جامعه جهانی باشه و ما بتوانیم یک الگوی عملی رو به عنوان یک الترنتیف یک بدیل گروه طالب تشکیل بودیم البته به ایمانان که وقتی ما یک دولتی را شکل میگیره این دولت در واقع دروازه دولت بسته باشه برای طالب ها باید به نظر ما یک راه قطعا برای جذب افراد عناصر و, و نیروهای میان روی طالب ها در دولت جدید در نظر گرفته شود این فشرده ترهی است که در واقع در سه سال گذشته ما به یک شیوه های مختلف برای ای طرح دادخواهی کردیم میتونم ادعا کنم که ما از نخستین کسانی بودیم که طرح تشکیل یک دولتی در تبعید یا دولت گذار یا دولت موقت یا دولت بنام دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت مقاومت ملی یا دولت سل یا دولت فراگیر که آخرین بار بود مترشید این حد اقل پس از اینکه ما به ایالات متحده امریکا آمدم این مسئله رو در ایالات متحده امریکا مطرح کردم در میان نخبگان هموطن ما همچنان برای تینک های و نهادهای امریکایی و کنفرانس که ما اشتراک داشتیم در اونجا هم مطرح کردیم مثلا را. و نخستین بار به صورت رسمی در جون سال 2022 ما در مراسم شهدای مسئله طرح دولت گزار و دولت موقت یا دولت در تبعید یا دولت مازی را مطرح کردیم در سال جاری هم ما به نام دولت فراگیر مطرح کردیم که ما همین طرحی که جامعه جهانی و منطقه داره به نام دولت فراگیر اگر طالب به تشکیل یک دولت در واقع اعتقاد نداره و نمیخواه که یک دولت تشکیل بده چی بهتر است که ما بیایم ما دولت تشکیل بدیم ما بیایم دولت تشکیل بدیم و این الترنتیبه پیشکش کنیم و نشان بدیم به جامعه جهانی که ما ظرفیت ایره داریم که بتوانیم به یک بدیل طالب تبدیل شویم و در واقع ما طالب ها جذب کنیم در افراد میانه رو طرف سلح و طرفدار صلح و طرفدار ثبات در به این تر دعوت کنیم این زمان امکان داره که رهبرای بزرگ و رهبرای بزرگار به گونه که مارشاس دوستان بشاره کردن دست از خواسته های شخصی و خواسته های محلی خودشان بردارند و در واقع دست از نقش خودشان بردارند اجازه بدن که یک نیروی متخصص و بی‌طرف یک نیروی از میان نسل جوان از جامعه مدنی و زنان این دولت تشکیل بدن و اونا هم نقش و سهم مشورتی داشته باشن در این دولت به شکل در واقع ما یک رای حلی بدیل طالب پیدا میکنیم یک رای حلی برای که مورد اعتماد جنوب باشه مورد اعتماد شمال باشه یک دولت فراقومی باشه یک دولت فراگیر باشه یک سازمان مورد قبول عموم ملت افغانستان باشه و او ترسه که یک دولت که فردا در کابل حاکم میشوه و باز یک دولتی است قومی هست یا سمتی هست یا دولتی امارات طالبانی هست یا شمالی هست یا جنوبی هست ای ترس وجود نداشته باشه این نگرانی رو ما از امیال از ریشه برداریم و برای ملت افغانستان نشان بدهیم که ما ظرفیت تشکیل یک دولت فراگیر ها یک دولت که از همه ملت افغانستان رو کنه میتونیم تشکیل بدیم بس دوم بس مکانیزم دولت است که دولت چگونه میتونه شکل بگیره اتفاقا در این زمینه هم در دو سه سال گذشته ما در تلاش هستیم در همین تیمی که در واشنگتن دی سی هستیم ما یک نشستی داریم به نام نشست واشنگتن دی سی در مدت سه سالی که ما در ایالات متحده آمریکا هستیم این نشست حداقل به گونه ماهوار به گونه منظم برگزار میشه زیاد رسانه‌ای نشیده اما این نشست دوامدار برگزار میشه و این نشست در حال تدوین یک نقشه راه است که هدف نقشه راهی بود که ما دیدگاه همه اعاب و گروه ها را و همه جریان ها را بتانیم در یک سند مشترک جمع کنیم همه طرف ها اقوام، مذاهب، جامعه مدنی، جنبش های زنا، اعضاب سیاسی، جنوب، شمال دیدگاه بیا منسجم شد در یک سند و این در واقع همین نقشه را نقشه راه تشکیل یک دولت فراگیر، یک در طبیر، یک جمهوری یا یک دولتی در واقع از دل امین نقشه بیرون بیاد و بعد یک کمیسیونی تشکیل شد و این کمیسیون روی کابینه در واقع و حکومت هم کار کنه و یک کابینه جمع نقشه را که از دیدگاه همه اقوام و تشکیل شده یک کنفرانس بزرگی برگزار شد یا یک جرگه بزرگی برگزار شد و این نقشه را همی کابینه و به همی حکومت جدید در همو جرگه بزرگی که از همه اقوام و مذاهب و از زنان و مردان و جامعه مدنی و رسانه ها و همه طرف ها باشه در اونجا مورد تصویب قرار بگیرد در واقع بعد از اون ما میتونیم به جامعه جهانی بگیم که ما این یک چوکات پیدا کردیم که در این چوکات متحد شدیم در این چوکات ما دارای دیدگاه روشن هستیم و در این چوکات ما آماده هستیم که به عنوان یک الترناتیف طالب مطرح شویم و طالب هم افراد میانره و گروه های روش بخشی از این تر باشد او زمان است که جامعه جهانی امید پیدا میکنه که ما میتونیم تغییر بیاریم و ما ظرفیت تغییر داریم و به همین شکل مردم افغانستان هم امیدوار میشه به ما و امید پیدا میکنه که یعنی یک نیروی پیدا شده اینا بی طرف هم هستن، متخصص هم هستن، جوانتر هم هستن، مورد اعتماد هم هستن و اینا قومی نمی اندیشن، اینا سمتی نمی اندیشن، اینا فراگیر می اندیشن و اینا میتونه مشکل افغانستان حل کنن او زمان ترس ها از بین می روه و نگرانی ها بر طرف می شوه، راه باز می شوه برای پذیرش در سطح ملی، در سطح ملت افغانستان و در سطح جامعه جهانی ها. یک نواپذیرش پذیرش به میه این فشرده یعرایزی ما بود امیدوار است و ما انتظار دارم از رهبران و نخبگان بزرگ بزرگوار کشور که اینا را را باز بگذارن و اینا فضا را تک صدایی نسازن و فضا را منحصیری به شخصیت های مشهور نسازن وقتی که مثلا طرح مطرح می شود متاسفانه رسانه های ما متاسفانه رهبرای ما شاید برای خودشان مناسب نمیدانند که بیاین از طرح ولو هر قدر منطقی و راهبردی باشه استراتژیک باشه بیاین را حمایت کنند برای نمونه ما وقتی که به امریکا آمدیم آمدیم مثلا طرح لغو قرارداد دوها را مطرح کردیم اولین بار و سه بار تا پیش کافی سفید رفتیم و در کنفرانس های بیشتر از صد کنفرانسی منظور مطرح کردیم با نخبه ها با تینگ تنگ با و بعد به طرح دولتی که بعد یک دولتی تشکل بگیره در تبعید این مسئله را مطرح متاسفانه هیچ صدای بر نخواست به خاطر از اینکه خب اینا اعضاب، گروه ها رهبر ها، اینا شاید در به خودشان مناسب نمیدانند که ولو های دیگر ها اگر درستن باشه حتی راه باشه مناسب به خودشان نمیبینند گروه تایید کنند و ای است که ما متاسفانه با یک بحران روبرو هستیم به حال امیدوار هستم که به گونه که مارشال به شرکت یک پذیرشی در بین همه ما ایجاد شود هم در میان اقوام هم در میان احزاب هم میان گروه ها و احزاب و جنوب و شمال و ای باعث میشه که ما بتانیم این مشکل حل کنیم تشکر موفق باشین امیدوار هستم که ما در روزهای آینده ماهای آینده و سالهای پیش رو بتانیم در این زمینه گامه های عملی و موثر برداریم تشکر